خب میرسیم به قسمت پینت. اولین نکته که باید در مورد پینت بدونین اینه که پینت توی موشن کار روتوسکوپی نمیتونه انجام بده. شما میتونین ازش به عنوان یک چیزی برای ایریز کردن اونم با یک کلک استفاده بکنین، اما بیشتر پینت توی موشن برای پینت کردن و کشیدنه تا حالا کارهای جانبی. خب چند تا نکته خیلی جالب در مورد پینت هست. اول اینکه اگر میخواید چیزی رو پینت بکنید حتما F7 رو بزنید، البته حتما که بهتره که بزنید. شما میتونید اینجا تعیین بکنید که قطر قلمتون چقدر باشه، و اگر پن تبلت داشته باشید، ما توی درس قبلی نداشتیم ولی الان داریم، میتونید تعیین بکنید که به ازای فشاری که به قلم میارید چه چیزی کم بشه یا زیاد بشه. مثلا اگر من فشار قلمم رو زیادتر بکنم، اوپاسیتی من بیشتر میشه، فواصل اسپیسینگ من بیشتر میشه، زاویه قلمم یا میزان بی‌نظمیش، حالا با هم میبینیم اینا چه کارهایی انجام میدن، و سرعت قلم. قلم دو تا خاصیت داره، یکی فشار یکی سرعت. من میگم هر موقع که من سرعت رو زیاد کردم شما قطر رو بیشتر یا کمتر بکن. چقدر محترمانه برخورد کردم با کامپیوتر، شما قطر رو بیشتر یا کمتر بکن. حالا الان شما میبینید که من این پالت رو میذارم کنار، میام اینجا و یه تاش خیلی آروم با قلمم میکشم، خیلی نرم. شما میبینید که اوپاسیتیش چقدر کمه، و جایی که سرعت قلم من زیاد بوده قطر کم شده، و جایی که سرعت کم بوده قطر زیاد شده. حالا من یه فشار زیاد میارم با سرعت زیاد، شما همونطور که دیدید اولین جایی که فشار میارم پخش شدگی خیلی بیشتره، ولی چون بقیهش سرعت بالا بوده پخش شدگی کمتره. به طور مثال حالا من اگه فرضاً یه دایره بکشم، شما میدید همچین اتفاقی میفته، و کلن این پن پرشر ها باعث ایجاد بی‌نظمی میشن. مثلا من اگر بخوام اینجا یه همچین چیزی بکشم، شما میبینید که یه همچین فرمی ایجاد میشه. حالا اگر بخواید شما میتونید مثلا اسپید رو آف بکنید، بگید به ازای سرعت قلم من کاری نکن، و مثلا اگه من الان یه چیزی بکشم فقط اوپاسیتی رو کم و زیاد میکنم. من الان کم فشار میارم روی قلمم، الان خیلی بیشتر فشار میارم روی قلمم، یا الان خیلی کمتر. همونطور که شما میدید میتونید اوپاسیتی قلم رو با این عنوان تعیین بکنید. خب با اجازتون من میام اینجا و اضافه استروک های اضافه که داریم رو پاک میکنم، چون فعلا به هیچ کدومش نیاز نداریم. میام دوباره پنم رو انتخاب میکنم، و الان اصلا خود اوپاسیتی رو آف میکنم. یه نکته فوق العاده جالبی که در مورد پینت وجود داره اینه که شما میتونید خب تو شرایط عادی مثلا یه همچین چیزی رو پینت بکنید. خب شما میگه چه چیزی جالب در مورد این؟ شما یه رایت آن دارین اینجا. اگر شما رایت آن رو فعال بکنید، به ازای زمانی که شما دارید میکشید و حرکت قلمتون ریکورد میشه، یعنی انیمه یه حرکت شما رو سیو میکنه. خب شنیدن که باید مانن دیدم، بذارید انجام بدیم تا راحت تر ببینیم. الان من اینجا یه همچین چیزی رو میکشم، و به محض اینکه قلمم رو برمیدارم شما میبینید که محو شد. علتش اینه که ما باید پلی رو بزنیم تا شما بتونید تأثیر اون کار رو ببینید. خب حالا اینجا من میام، هنوز رایت آن من روشنه، و این بار یه حرکت خیلی سریع انجام میدم مثل این. حالا شما تفاوت رو ببینید، نمیدونم قابل لمس بود یا نه، که زمانی که من قلم رو خیلی سری کشیدم انیمه من خیلی سری بود، ولی زمانی که خیلی آروم این حرکت رو انجام دادم حرکت خیلی آروم اتفاق افتاد و خیلی خیلی انیمه نرمتری داشت. به طور مثال شما میتونید روی تصویرتون چیزی بنویسید، میتونید یه چیزی رو بکشید، یا هر چیز دیگه‌ای که نیاز پروژه‌تونه. میام مثلا یه کار خیلی عجیب غریب‌تر اینجا بکنیم. میام اینجا و پن رو انتخاب میکنم، یه همچین چیزی میکشم. یه شاهکار هنری نیست قطعا، ولی خب خب
این هم از دستور رایتان. اسموتینگ شما حرکات قلم شما رو یه مقدار نرم میکنه. شما زمانی که دارید با پن میکشید، همونطور که احتمالا توی درس ماسکینگ دیدین، جای هر کدوم از حرکات شما یه گره ریکورد میشه. بذار من رایت آن رو بردارم. مثلا اگه من یه همچین چیزی بکشم، شما میدونید که وقتی بیاید اینجا و با این ابزار اون رو انتخاب بکنید، میتونید قلمتون رو جاش رو تغییر بدید و در واقع قلم شما دینامیکه، یعنی زنده است. اینجوری نیستش که وقتی شما تاش رو کشیدید دیگه نتونید تغییر بهش بدید. میتونید انیمش بکنید، میتونید خیلی کارا انجام بدید. نکته که وجود داره اینه که الان شما میبینید تعداد گره ها خیلی کمه. زیاد نیست واقعا. علتش اینه که اسموتینگ من آن بوده زمانی که من میخواستم این تاش رو بکشم. حالا این بار من میام قلمم رو انتخاب میکنم و اسموتینگ رو آف میکنم. همون اتفاق رو شما نگاه بکنید. و حالا این که ابزارم انتخاب میکنم، شما ببینید چقدر برای من گره اضافه درست کرده نرم افزار. کاری که اسموتینگ میکنه در حقیقت از خط شما حد اقل گره رو ایجاد میکنه. مسلما برای 80-90 درصد موارد، شاید بیشتر 97-8 درصد موارد، داشتن اسموتینگ مزیت خیلی خیلی بزرگیه. اما نکته آخری که توی این درس میخوام بگم، هرچند که درس پینت ما تمام نشده، یکی از چیزهای فوق‌العاده دیگه موشنه. خیلی جالب، شما هر احتمالا به خودتون میگین هر چی میخواد به دیگه میگین یکی از چیزهای فوق‌العاده موشن. نه واقعا جدا یکی دیگه فوق‌العاده است. شما اینجا یه سمپل میبینین از چیزی که الان من میتونم بکشم با این قلمم. اگه بخوام رنگم رو هم تغییر بدم، اون رنگ رو شما توی سمپل نمیبینید، درسته؟ خب اما اگر من بیام اینجا از این دراپ بار یک استایل رو انتخاب بکنم، هر کدوم از اینا رو که بخوام میتونم بکشم. مثلا اگر من بیام اینجا الان توی تکسچرز، بیام توی لیکوید، بیام توی لایت، هر کدوم از اینا رو انتخاب بکنم، مثلا من این لایت تریل رو انتخاب میکنم، اول اینکه شما میتونید انیمش رو اینجا ببینید. اجازه بدید من یه بار دیگه پلی رو بزنم. تا شما انیمه رو ببینید، همونطور که شما میبینید حتی انیمه این رو هم میتونید اینجا ببینید و هر کدوم از اینا رو که خواستید میتونید پینت بکنید. مثلا من میام اینجا و یه همچین چیزی میکشم. حالا اگر من پلی بکنم تصویر رو، شما میبینید یه چیز خیلی شبیه اون چیزی که ما این ور داشتیم توی انیمه داشتیم میدیدیم رو میتونید ببینید. نکته فوق العاده جالبی که در مورد پینت توی موشن وجود داره و توی درس بعد خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، غیر از اینکه زنده است، غیر از اینکه البته اسموتینگ من آف بود، جالبه دیگه روشنش نکردم، غیر از تمام پریست هایی که شما توی موشن دارید و اینجا میتونید انتخابشون بکنید، مثلا حالا این گل ها، مثلا این گیاه ها، فرزن بذارید من پلی رو هم بزنم تا شما ببینید که چه اتفاقی میتونه اینجا بیفته و چه شکلی میشه موقعی که شما قلم با قلم میتونید پینت کنید. ببینید مثلا من اینجا الان یه پینت میکشم و شما میبینید قلم من به این شکله. نکته فوق‌العاده‌ای که وجود داره اینه که شما میتونید بعداً بیاید اینجا و از توی قسمت پراپرتیز، یعنی توی اگه فرضاً شما اینجا باشید، بعد بیاید توی اینسپکتور و توی شیپ و توی استایل، میتونید قلمتون رو عوض بکنید و هر کدوم از اینها رو که خواستید جانشینش بکنید. به همین راحتی و به همین سادگی شما میتونید تصاویر فوق العاده ایجاد بکنید با کمترین زمان ممکن. خب این از درس اول پینتمون بود. امیدوارم با پینت آشنا شده باشید. حالا توی درس‌های بعدی چیزهای خیلی جالب‌تری از پینت هم میبینیم.